کجا باید بیومتریک بدیم؟ خب اول از همه ببینیم که بیومتریک کانادا چیه؟ بیومتریک کانادا یعنی این که اطلاعات شخصی شما بر اساس پاسپورتتون مثل اسمتون، تاریخ تولدتون و سیتیزنشیپتون و همچنین عکس دیجیتالی از تمام ده انگشتتون و صورتتون گرفته میشه و در اختیار اداره مهاجرت قرار داده میشه. چرا اداره مهاجرت کانادا اطلاعات بیومتریکی افراد رو جمع میکنه؟ علتش بیشتر دو چیزه یکی این که میخوان خیالشون راحت بشه که شما خطر امنیتی برای کشور کانادا و جامعه کانادا محسوب نمیشین و مسئله دوم اینه که وقتی که در مرز کانادا شما حضور پیدا میکنین میخوان مطمئن بشن شما همون شخصی هستین که قبلا برای ویزا اقدام کرده چه کسایی باید بیومتریک بدن؟ به طور کلی اگر شما سنتون بین 14 سال و 79 سال باشه و برای ماندن موقت در کانادا یا دائمی در کانادا دارین اقدام میکنین باید بیومتریک بدین به عبارت دیگه برای تی یا ویزای توریستی کانادا برای TRP یا امکان ماندن موقت در کانادا برای اجازه کار کانادا یا ورک پرمیت برای تحصیل در کانادا یا استادی پرمیت شما باید بیومتریک بدین همچنین شما اگر که برای مهاجرت به کانادا در گروه های اقتصادی مثل اکسپرس انتری شرکت می کنید در گروه های اسپانسرشیپ مثل اسپانسرشیپ فرزندان یا پدر مادر شرکت می کنید یا با عنوان پناهنده می مهاجرت کانادا بگیرید باید حتما بیومتریک بدین البته بعضی از افراد از دادن بیومتریک معاف هستند به عنوان مثال کسایی که برای ETA اقدام میکنن یا Electronic Travel Authorization نیاز به دادن بیومتریک برای ای ندارن برای چیزهای دیگه باید بیومتریک بدن و همچنین سیتیزن های آمریکا اگر به صورت موقتی وارد کانادا میشن نیازی ندارن که بیومتریک بدن هزینه بیومتریک 85 دلار برای یک نفر 170 دلار برای یک خانواده که دو نفر یا بیشتر هستند و 255 دلار برای یک گروه هنرمند که میخوان بیان در کانادا و اجرا داشته باشن بیومتریک به طور پیشورز ده سال اعتبار داره منتها اعتبار بیومتریک موقت متاسفانه برای بیومتریک اقامت کانادا قابل استفاده نیست به عبارت دیگه شما اگر که مثلا دو سال پیش برای اجازه کار کانادا بیومتریک دادین حالا اگر دوباره بخواین برای ویزای توریستی اقدام کنید یا استادی پرمیت اقدام کنید یا ورک پرمیتتون رو بخواین اکستند بکنید میتونید از همون بیومتریک استفاده بکنید ولی اگر بخواین برای اقامت کانادا اقدام کنید متاسفانه نمیتونید از بیومتریکتون استفاده کنید سوال بعدی اینه که کجا میشه بیومتریک داد اگر شما داخل کانادا هستین برای دادن بیومتریک باید وقت قبلی بگیرید از یک سری از مراکز سرویس کانادا که این کار را انجام میدن اگر تحت شرایط خاص میتونید در مرز کانادا بیومتریک بدین اون وقت اداره گمرکات کانادا یا CBSA هست که کار بیومتریکتون رو انجام میده اگر در داخل خاک امریکا هستید به احتمال قوی باید به یک مرکز ASC یا Application Support Center مراجعه بکنید و بیومتریک بدین اما خارج از اینها که باشین در اون صورت باید به VAC مراجعه بکنید یا ویزا اپلیکیشن سنتر دقت کنید که VAC یا ASC اینها سازمان هایی هستند که مربوط به اداره مهاجرت نیستند بلکه با اداره مهاجرت کانادا قرارداد دارند پس بنابراین شما وقتی که به یک وی ای سی مراجعه میکنید یا وکس سنتر مراجعه میکنید برای دادن بیومتریک شما با سفارت وقت مصاحبه ندارید و اونجا نمیرید که سفارت رو ببینید بلکه یک سازمان خصوصی است که کار بیومتریکتون رو انجام میده روال معمولا این توریست که شما اپلیکیشنتون رو سابمیت میکنید و پول بیومتریکتون رو هم همراهش پرداخت میکنین بعدا یک نامه دریافت میکنین که بهش میگن بی که معمولا سی روز اعتبار داره و شما به وسیله اون بی وقت میگیرید از یک مرکز VAC یا اگر توی امریکا هستین از ASC یا توی کانادا هستید از مرکز سرویس کانادا و بعد به اون مرکز مراجعه میکنید و کار بیومتریکتون رو انجام میدن در بعضی شرایط خاص اگر که شما دارید اپلیکیشن رو به صورت کاغذی تحویل میدین اون موقع همون موقع ویزا اپلیکیشن سنتر ممکنه که بیومتریک شما رو هم بگیره فقط باز تأکید میکنم که خاطرتون باشه که اکثر این مراکز دیگه به صورت واک این قبول نمیکنن و حتما باید از قبل وقت بگیرین